انگلیس ممکن است وادار شود فروش اسلحه به عربستان سعودی را به حالت تعلیق درآورد. نتیجه برگزاری دادگاهی در روز دوشنبه در انگلیس ممکن است از فروش میلیاردها پوند تسلیحات توسط این کشور به بزرگترین مشتری خود یعنی عربستان سعودی جلوگیری کند دادگاه عالی انگلیس باید حکم خود درباره سیاست های صادرات سلاح این کشور را صادر کند و از آنجا که روابط دو جانبه لندن و ریاض در مرحله مهم و حساس قرار دارد ممکن است این حکم برای دولت انگلیس سنگین تمام شود از طرفی انگلیس به مخفی کردن گزارش مربوط به حمایت مالی این کشور از تروریسم متهم شده چرا که گفته می شود در این گزارش از عربستان سعودی شدیداً انتقاد شده است تنها در دو سال گذشته انگلیس مجوز فروش بیش از سه میلیارد پوند سلاح به عربستان را صادر کرده که عربستان نیز با این سلاح ها یمنی را به خاک و خون کشیده و می کشد. از زمان آغاز تنشها در یمن انگلیس مجوز فروش انواع تسلیحات نظامی به عربستان سعودی را صادر کرده اما کمپین مقابله با تجارت اسلحه با در نظر گرفتن بحران یمن و نقش انگلیس در آن این احتمال را مطرح کرده که فروش سلاح به عربستان نقض قوانین اتحادیه اروپا و انگلیس است این کمپین باور دارد از آنجا که حملات هوایی به یمن بدون توجه به موقعیت غیر نظامیان و ساختمان های مسکونی انجام می شود نقض قوانین بشر دوستانه بین المللی است شورای اتحادیه اروپا انگلیس را از صدور مجوز صادرات سلاح در مواردی که نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه به شمار می آید منع می کند اگر حکم دادگاه عالی انگلیس علیه دولت این کشور صادر شود صادرات سلاح به عربستان سعودی به تعلیق در خواهد آمد و صادرات تسلیحات به دیگر کشورها با بررسی و حساسیتی بیشتر صورت خواهد گرفت